بریم سراغ همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. اردوان، چه چیزایی بیشتری میدونیم؟ ما میدونیم که فرماندهان سپاه نامه‌ای به خانواده این سرهنگ دادن، یعنی خانواده علی اسماعیل زاده دادن، که ظاهرا شکلی مثل وصیت‌نامه داشته و اعلام کرده در اون که به دلیل تعلمات روحی خودکشی کرده. سپاه اعلام میکنه که این فرد به خاطر جدا شدن از همسرش و مشکلات و تعلمات روحی که از این باب داشته در فشار بوده و در نهایت دست به خودکشی زده. فردا این اتفاق درست داره بعد از 8 روز از کشته شدن حسن سیاد خدایی میفته که توسط دو موتور سوار کشته شد، مورد حمله قرار گرفت و الان این فرد 8 روز بعد از اون به سپاه داره اعلام میکنه که خودکشی کرده و از بین رفته. منابع ما در ایران اینترنشنال مطلع هستند که سپاه بعد از اتفاقی که برای حسن سیاد خدایی افتاده نگران عوامل نفوذی و نشتهایی بودن که در سپاه قدس و مخصوصا در واحد 840 اتفاق افتاده و در نهایت با سرنخ‌هایی که پیدا کردن به این فرد رسیدن، یعنی به کسی که امروز ما داریم راجبش صحبت می‌کنیم، و در نهایت به خاطر شکی که داشتن و زنی که برای نفوذ داشتن این فرد رو در واقع حذفش کردن به لحاظ فیزیکی و به این طریق اعلام کردن که خانواده‌اش مطلع باشند، یا در واقع به نوعی اینجوری اطلاع رسانی کردن که این فرد به خاطر تعلمات روحی، جدایی از همسرش و مشکلاتی از این دست خودکشی کرده و نامه‌ای هم باقی گذاشته. نکته جالب اینه که این اتفاق کاملا در سکوت خبری داره میره جلو و منابع داخل ایران اصلا در ارتباط با مثلا هیچ انتشاریش خبری انجام ندادن. ممنونم از تو اردوان روزبه. با ما بمون، در ادامه برنامه شاید به تو برگردیم، چون این خبری هستش که همین دقایق پیش به دست ما رسید. همطور که بهتون گفتم، بر اساس اطلاعاتی رسیده از منابع ایران اینترنشنال، در داخل ایران یکی دیگر از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران روز دوشنبه در خانه‌اش در کرج از بام خانه افتاده و کشته شده به شکلی مشکوک. این اطلاعاتی هستش که به دست ما رسیده. اسم او علی اسماعیل زاده است و از فرماندهان بخش قدس سپاه پاسداران بوده. ممنونم از تو. در ادامه برنامه شاید به تو برگردیم، اما فعلا